السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المكرمين. بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. برادران و خواهران عزیز و گرامی، جوانان با احساس، ابتدا لازم می دانم که از برگزار کنندگان این محفل صمیمانه تشکر کنم که برای رسانیدن فریاد مظلومین کویته پاکستان اقدامات را کردن در کابل، در گرد همایی که در میدان شهید مزاری داشتن و امروز هم در اینجا، و همچنین از حضور گرم صمیمانه دیگر شخصیت های سیاسی و فرهنگی که اینجا هستن تشکر میکنم. آنچه که امروز مشکل انسانیت است و مشکل بشریت در مجموع هست، مسئله افراطیت و نگرش وارونه درباره اسلام است. در منطقه ما امروز اگر بیش از یک دهه است که ملت‌ها به خون کشیده می شود، نتیجه نگرش افراطی به اسلام و دین مبین اسلام است. اما اگر ما به عمق آموزه های اسلامی نگاه بکنیم و وارد شویم، اسلام این گونه اعمال را تجویز نکرده است. کشتار انسان های بیگناهی که امروز در افغانستان میکنند و در پاکستان و در جاهای دیگر جهان و نامش را هم میگذارن جهاد، هیچ گونه ارتباط به روح اسلام و دین مبین ما و شما ندارد. خداوند برای انسان من حیث انسان حیثیت و شرف قائل شده است. چی اون انسان سیاه است، سفید است، شرقی است، غربی است، مسلمان است، غیر مسلمان است. یک بخشی از موجودات این جهان که نام اون را انسان گذاشتن، تاج لقد کرمنا را بر سر خود دارد و از دیدگاه اسلام به هر رنگ و زبان و لباسی که هستن اینها محترمان. قید نکرده است که حتما انسان مسلمان باشد. ولقد کرمنا بنی آدم، خدا می فرماید ما کرامت دادیم فرزندان آدم را. نگفته است که این فرزندان آدم با چی مفکوره و اندیشه باشه. و حملناهم فی البر و البحر، اینها را در صحراها و در دریاها، اینها را بر موجودات مناسبش سوار کردیم، در حیوانات، در کشتی اینها را سوار کردیم تا اینها راحت باشن. و از پاکیزه های زمین برایشون روزی دادیم. هر چیزی که پاکیزه و زیبا و مناسب است برایشان آماده کردیم تا از اونها استفاده کنن. از بحر و بر و فضا، اینا همه در خدمت انسان است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. و فضلناهم علا کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما برتری دادیم انسان را به بسیاری از موجودات برتری دادن. این مدح و منقبتی است که خداوند در قرآن کریم برای انسان بیان کرده است و خدا
این موجود را ستوده است. وقتی که خدا انسان را از خلقتش شروع میکنه که انسان را ما از نطفه آفریدیم و از مزغه و بعد استخوان برش ساختیم و بعد استخوان را فکسون العظام لحما، این استخوان را با گوشت پوشاندیم، تا به یک جایی میرسه که خداوند میگه فتبارک الله احسن الخالقین، خود را میستاید به این موجود زیبایی که آفریده است. مبارک خدایی که بهترین آفرینندگان است. اما نگریش کورکورانه و افراطی از اسلام انسانها را به قشرهای مختلف و طبقات مختلف تقسیم میکنن، یکی را بر دیگری برتری میدهن، سیاه و سفید میکنن، شرقی و غربی میکنن، انسانهای درجه یک و درجه دو میکنن، و در میان افراطیونی ما امروز رایج است که فقط با تفتیش عقاید میخواهند در جهان زندگی کنند، اون هم اگر عقیده خودشان را نداشتن جواز کشتن و قتل عام و همه چیز اونها را صادر میکنند. امروز مشکل ما این مشکل برداشت وارونه و سرچپه از اسلام است. و همچنین این مفکوره وقتی که پای تبعیض در میان میاد، تبعیضهای دیگری هم یک جا می شود با اونا. امروز دردهایی که ما در جای جای دنیا می بینیم از همین تبعیض فکری، تبعیض مذهبی و تبعیض قومی است. برادران و عزیزان ما در کویته پاکستان از افراطیت متضرر می شوند به دو جرم. جرمی که خدا نگفته است، جرمی که اونها برایشان ساختن، جرم داشتن یک عقیده خاص و داشتن یک قومیت خاص. گناهشان هزاره بودن و شیعه بودن است. در تاریخ هزاره ها از این دو پدیده رنج برده است، تبعیض مذهبی و تبعیض قومی. امروز هم اوجش در کویته پاکستان است. اونها بر خلقت خدا خورده میگیرن که چرا موجودات را به این شکل و قیافه آفریده است. اونها بر مردم هم خورده میگیرن که چرا این عقیده را دارن. ما مسلمان هستیم، ما مثل بقیه مسلمان جهان به اسلام و به قرآن و به کعبه و به کتاب عقیده داریم. اما این کوردلان میخوان ما همه مثل اونها فکر کنیم، مثل اونها بیندیشیم. ما میخواییم امروز از زاویه خود ما به جهان نگاه کنیم، از زاویه دید خود ما به جهان نگاه کنیم و از زاویه دید خود ما اسلام را بشناسیم. ما این حق را داریم، این حق را هم خدا داده است به ما و هم حق را جهان داده است و هم همه کنوانسینایی که به مللی که هستن اینها برای ما این حق را داده است که آزاد بیندشیم، آزاد مذهب اختیار کنیم، آزاد عقیده داشته باشیم و به هر قوم و زبانی که منسوب هستیم آزاد زندگی بکنیم. ما امروز در این محفل فرهنگی و با عظمت از اینجا خطاب میکنیم به جهان، خصوصا به سازمان ملل متحد، همچنانی که شما نوشته این بیدار شو بان کی‌مون، ما هم میگیم بان کی‌مون و همه دستاندرکارانی که در ملل متحد کار میکنن، شورای حقوق بشر، شورای امنیت سازمان ملل متحد، بیدار شوند و چشمان خواب رفتهشان را بر حوادث پاکستان و کویته پاکستان متمرکز بسازند که از اینجا چه فجایعی صورت میگیرد. فشار بیارن بر دولت پاکستان و مداخله کنن و جلو این قتل عام ها را بگیرن و جلو نسل کشی ها را، این دو جرم بین المللی را مهار کنن که هم کشتار قومی جرم جنایت علیه بشریت است و هم کشتار مذهبی. این دو جنایت
حقوق بشری را، این دو جنایت بشری را اینها مهار کنند. و همچنین از دولت پاکستان می‌خواهیم، دولتی که یکی از قدرت‌های منطقه هست، بعید است که اونها نتوانن چند تا مفسد و جنایتکار متعصب را مهار کنن. ما قناعت نداریم به این که اونها نمیتوانن، اونها میتوانن و باید برخورد جدی بکنن، همچنانی که در برابر جنایتکارانی که به افغانستان میان آدم میکشن بیستن، باید بیستن، و در برابر کسانی که در داخل مملکت خودشان آدم میکشن و جنایت بشری انجام میدهن محکم ایستاد شون. اگر این کار را دنیا نکنن، مردم به سازمان ملل بی اعتماد میشون و شیرازه نظم جهانی بر هم میخورد و این کشتارها رایج میشود در جهان. و اگر پاکستان هم اقدامات نکنن، همچنانی که بسیار از اعتمادها را از دست دادن، باز هم بیشتر اعتماد جهان و منطقه را از دست میدن و پاکستان بی آبرو میشود و ملل جهان و دیده یک مرکزی که اونجا تروریست ها و آدم کش ها تربیه میشه نگاه بکنن. امیدوار هستیم که فریاد مظلومانه ملت ما را و مردم هزاره را، چه در اینجا و چه در کویت پاکستان، دنیا بشنوند و پاکستان بشنوند و برای مهار آن اقدام بکنند. ما در این روز همچنانی که فریاد میکنیم که یا للمسلمین، و مسلمان های جهان میگیم که جلو این فساد آدم کشی را بگیرن، و همچنین به جهان فریاد میکنیم که کجاست حقوق بشر، کجاست اون همه دستگاه های عریض و طویلی که برای احقاق حقوق بشر سرمایه های بشری را مصرف میکنن و تأسیس شده، و پا بخیزن در برابر این جنایات قد علم بکنن. و همچنین به روح عزیزانی که شهید شدن از خداوند رحمت آرزو می کنم و غفران الهی را مسئلت می کنم، و برای خانواده هایشان از اینجا تسلیت می گم و دست اونها را به گرمی فشار می دهم، و ما به اونها می گیم که ما با شما هستیم، دلهای ما با شما هست و روان و آرمان ما با شما هست. اگر شما اینجا دور هستیم، اما این فریاد را بارها و بارها میکشیم و در سطح جهانی و در سطح منطقه از داعیه حقوق شما دفاع میکنیم. امیدوار هستیم که این حرکات مدنی شما و حرکت مدنی که دو سه روز قبل انجام دادین به یک سیل خروشان تبدیل شود که در سطح جهان یک صدای رسا و بلند باشد برای دفاع از مردم مظلوم کویته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.